درود بر شما من سام ایران شهر هستم خب روز گذشته 16 شهریور ما خبری منتشر شد که میگه آلبانی روابط خود را رو با ایران قطع کرد نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه 16 شهریور اعلام کرد که کشورش روابط خود را رو با ایران قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده که آلبانی را ترک کنند به گزارش رویترز ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری که ماه جولای در آن کشور رخ داد اتخاذ شده است آقای راما گفت این واکنش شدید کاملا متناسب با شدت و خطر حمله سایبری است که تهدید به فلج کردن خدمات عمومی پاک کردن سیستم های دیجیتال و حک کردن سوابق دولتی سرقت ارتباطات الکترونیکی داخلی دولت و ایجاد هرج و مرج و ناامنی در کشور بوده است. خب چیزی که اتفاق افتاده اینه که آلبانی روابطش با ایران به کلی به هم زده و قطع کرده. دلیل چیه؟ دلیل که در ماه جولای هکرهای رژیم حمله میکنند به دفاتر و سازمانهای دولتی آلبانی و یک هک گسترده انجام میدن برای تخریب دولت و ایجاد هرج و مرج ناامنی. کاری که رژیم در همه جا انجام میده. یعنی اصولا کارش اصلا اینه. چه در ایران چه در عراق چه در یمن همه جا. و این رو چرا انجام داده؟ به خاطر اینکه دولت آلبانی پناه داده به فرقه مجاهدین خلق در این کشور. خب همونطور که میدونید مجاهدین خلق در ایران پایگاهی ندارن. یعنی اصولا جامعه ایران و کشور ایران به سمتی داره میره که رو در رو میشه با یک سری ارزش ها که نه تنها آخونت ها روحانیت شیعه سپاه و همه این داستان بلکه خود مجاهدین خلق از تندروترین اون ارزش ها هستند یعنی اسلام سیاسی و حسین حسین و همه این داستان های الان میبینید اصولا مجاهدین خلق نسخه بدتری هستن از سپاه پاسداران این همه میدونن به جز این که یک کارنامه بسیار ننگین و تاریک دارند در مورد ایران از خیانت ها و کارشکنی به ملت و کشور ایران بنابراین آینده در ایران ندارن یعنی نمیشه با جدی که ملت ایران میرن و کشور داره میره جایگاهی در آینده ایران برای اونها متصور بود اما خب چرا رژیم باید این کارو بکنه داستان چیه چرا رژیم اسلامی اینقدر کلید کرده روی مجاهدین خلق و چرا انقدر سر صدا میخواد رو بندازه ببینید یک تکنیک وجود داره در مبارزه و جر جنگ که خارجه بهش میگن دایورژن یا دیورژن من یعنی منحرف کردن نظرهای دشمنان این کار با دو هدف میتونه انجام بشه اول اینکه یک حریف رو و یک دشمن رو منحرف بکنی تا بتونی به اون ضربه بزنی دلیل دوم میتونه این باشه که انرژی رقیب و دشمن رو صرف یک چیز غیر واقعی بکنیم یعنی میتونه هم مصرف انرژی باشه و یا اینکه ایجاد فرصت برای ضربه زدن در مورد مجاهدین خلق و کلا داستان آلبانی و همه اینا مسئله ضربه زدن نیست رژیم اسلامی نمیخواد ضربه بزنه به مجاهدین اصلا هیچ نیازی به این کار نداره رژیم اسلامی فقط میخواد انرژی ها رو صرف مجاهدین بکنه چرا ببینید الان رژیم در این 43 سال اخیر دقیقا از این تاکتیک بارها استفاده کرده در مورد حقوق بشر بارها شما دیدید بسیاری از سازمان های حقوق بشری معلوم شد که اصلا با رژیم اسلامی یه جاهایشون ته ریشه هاشون و ته خطشون با همدیگه همکاری داره و سالهاست رژیم اسلامی گروه های حقوق بشری چهره حقوق بشری رو بازی بگیر و ببند و ولکان را انداخته نمونه نرگس محمدی یا کسای دیگه که مدام داستانش اینه که میگیره بیبنده ول میکنه و ملت رو در یک کما نگه میداره این کار رو در مورد گروه های خارجی هم انجام داده گروه های خارجی حقوق بشری هستن که آخر آخر خطش که بری میشن موافق رژیم در این چند سال اخیرم دستشون برای مردم روی شد و آبرشون رفت چرا به خاطر اینکه وقتی این امید رو در مورد حقوق بشر که یک مفهوم مجهول هستش به خودی خود حقوق بشر برای هر کسی میتونه معنی خاصی داشته باشه برای آخوندا یه معنی داره برای آمریکایی یه معنی داره برای فرانسوی یه معنی داره برای چینی‌ها یه معنی داره برای هر کسی یه معنی داره حقوق بشر بستگی داره که پیرو تمدنی باشن چه افکاری باشن اما باز گذاشتن این نهضت حقوق بشری باعث میشه که یک سری امید پیدا بکنم در این حال این چیزیه که هرگز نمیتونه رژیم رو سرنگون بکنه همونطور که در پادکست دیروز من گفتم سرنگونی یک قدرت نیاز به قدرت داره نیاز به قدرت عملی داره همون قدرت و همون جنس قدرتی که رژیم داره بنابراین این چیزها همه دیورژنه و برای گمراه کردن اما برای گمراه کردن کی ببینید پس از این حملات و گنده کردن های مجاهدین که اصلا گنده نیستن در نظر مردم ایران اتفاقی میفته این که نظر آمریکاییها ها و غربی ها به اینها جلب میشه یعنی چی انرژی که قرار غربی ها بذارن برای ایران میذارن روی مجاهدین برای دفاع از مجاهدین مثلا در چند ماه اخیر شاهد سفر مایک پومپو و مایک پنس بودیم به آلبانی هم مسئله پول در وسطه یعنی پول میده مجاهدین چون پول داره از خیانتهایی که به ایران کرده کلی پول در برده از همکاری با صدام روزی حداقل دویست هزار بشک نفت صدام اختصاص داده به مجاهدین در یک زمان خاص و این اونها رو میلیاردر کرده میلیارد دلاری به جز این برمیگرده به همین انرژی مدام میبینی بمبگذاری در سازمان اوجین برای چی تو ایران طرفداری ندارن اینا اینا یه مش پیرمرد پیرزنن که تو رویاهای خودشون قوتورن با پولی هم که مجادین داره دارن زندگی میکنن یه گوشه دنیا اصلا اینا هیچ طرفداری تو ایران ندارن که رژیم بخواد بره ضربه بزنه یا اصولا اصلا بتونه ضربه بزنه گیریم شما یه بم گذاشتی تو سازمان مجاهدین اتفاقی میفته گیریم شما هک کردی چی میشه ضربه نمیخوره تنها اتفاقی میفته که نظرها جلب میشه بنابراین همونطور که میبینید این نقشه نظرها رو جلب کرده الان بیش از هر زمان دیگه‌ای الان انرژی سیاسی آمریکایی‌ها داره صرف حمایت از مجادن خلق میشه و دولت آلبانی که قربانی بوده این وسط و از غذا دولت آلبانی هم عضو ناتوه یعنی کشورهای عضو ناتو الان انرژیشون صرف حمایت از آلبانی میشه به جای اینکه حمایت بکنه از مردم ایران همونطور هم که میبینید الان واکنش های ای از مقامات بین المللی ها و دیگران در مورد این موضوع به راه افتاده به خوبی مشخصه که رژیم میخواد انرژی دنیا رو به جای اینکه صرف ملت ایران، مردم ایران و پهلوی بشه، داره هول میده سمت کسایی که کمترین اهمیتی وجود داشتن و نداشتنشون نداره برای مردم ایران و در این راه موفق شده. بنابراین یه بار دیگه رژیم دوباره از این حربه به خوبی استفاده میکنه برای گمراه کردن نظرها. چرا؟ چرا این کار میکنه؟ از چی داره نظرها رو گمراه میکنه؟ از پهلوی. از پادشاهی پهلوی از شاهظاهرزا پهلوی و از خواست مردم برای بازگشت به پادشاهی و اینو از کجا میشه دید؟ نمونه سخنان امام جمعه قزوین. حدود سه هفته پیش امام جمعه قزوین گفته اگر پهلوی تطهیر شود بعد ما باید پاسخگو باشیم. منظورش چیه که تطهیر شود؟ ببینید شما یک چیزی ناپاک رو هیچوقت نمیتونید تطهیر بکنید. چیزی ناپاک ناپاکی برای همیشه. شما فقط چیزی که پاکه و این واقعیت پنهان گذاشته شده میتونید تطهیر بکنید و تمیزش بکنید شما یک الماسی که زیر خاک بوده و پنهان بوده میتونید در بیارید و اونو پاک و تمیز بکنید و دوباره تطهیرش بکنید یک چیز پاک رو میشه تطهیر کرد این اولا دوم اینکه بعد ما باید پاسخگو باشیم کی این آقا که سید خودش و میدونید نجات پرسته و جز فرقه ایناست و جزء نجات پرستان ایران ستیزه میگه ما باید پاسخ باشیم کی خود اینها خود فرقه اینها معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما سرنگون میشیم اگر پهلوی واقعیاتش معلوم بشه اگر ارزش هایی که پهلوی به دنبال اون بود بیرون بیاد اگر این ابرها کنار برن ما باید پاسخگو باشیم چون این ما رو پایین میکشه و کجا باید اینا پاسخگو باشن در دادگاه خودشون هم به خوبی میدونن اینا دادگاهی خواهند شد این سر و صدایی که رژیم رو انداخته در آلبانی و مجاهدین و اینا اینا اصلا چیز واقعی نیست همش برای انحراف افکاره دایورژن یک تاکتیک نظامی سیاسیه و رژیم سالها داره از اون استفاده میکنه اما رژیم هیچ کس رو در ایران گول نمیزنه برای هیچ کس مهم نیست برای مردم چی مهمه نجات از دست این رژیم که فقط و فقط با بازگشت به پادشاهی میتونه اتفاق بیفته و این نیاز به کارهایی داره که ما باید انجام بدیم در این حال در داخل خط و مرزها و ارزش هایی حرکت بکنیم که ولیه میگن یعنی نگرانی های ایشون رو رفت بکنیم اما هر طوری که هستش اول آخر وظیفه ما بازگشت پهلوی هست به ایران اما پهلوی ما رضاشاه زمان است و ما باید در داخل این خطور حرکت بکنیم